در مغرب شیراز، در جنوب خیابان قصر و دشت و در انتهای خیابان عفیف‌آباد، گلشن عفیف‌آباد واقع شده. این گلشن به نام سازنده اول آن و نیز وارث آن در خاندان قوام الملک به نام عفیفه، عفیف‌آباد نامیده شده است. این گلشن را به سال 725 هجری قمری عفیف‌الدین ساخته است. بنابراین این گلشن بر بستر طرح قرن 8 هجری آرامیده است. گلشن عفیف‌آباد در زمان صفویه از گلشن‌های آباد شیراز بوده است و از این رو محل جلوس پادشاهان. پس از صفویه، گلشن عفیف‌آباد ویران شد و شکوه گذشته‌اش را از دست داد. بانی امارت فعلی گلشن، میرزا علی محمد خان قوام الملک می باشد که در سال 1284 هجری قمری احداث آن را آغاز و کاریز لیمک را که در قصر قمشه بود خریداری کرده و برای مشروب نمودن اراضی و درختان گلشن اختصاص داده است. آن دوره که معاصر قاجاری است، گلشن عفیف‌آباد از زیباترین گلشن‌های شیراز به شمار می‌رفته است. این گلشن سرانجام به یکی از وارثین قوام به نام عفیفه رسید. معماری این گلشن آمیزه ای از ویژگی های معماری دوران هخامنشی، ساسانی، زندیه و قاجاریه است و مساحتش در حدود 127 هزار متر مربع است. در ورودی گلشن در شمال آن قرار دارد. در پیشانی در ورودی نقش دو شیر که گویی را در میان پنجه‌های خود گرفتند دیده می شود. کوچک گلشن عفیف‌آباد از بعضی جهات شباهت‌هایی به گلشن ارم شیراز دارد. نمای اصلی کوچک همچون کوچک ارم رو به شرق دارد. جلو آن
حوض بسیار وسیعی با لبه های سنگی وجود دارد که پیوسته آب از میان آن روان است. از جلوی حوض خیابان اصلی گلشن شروع می شود که در وسط دارای آبنما و گلکاری است و در دو سوی آن درختان کاج و چنار کهن وجود دارد و در محوطه وسیع گلشن باغچه‌های بزرگ ایجاد شده که به وسیله خیابان‌ها و راهروها از یکدیگر مجزا می‌شوند. این باغچه‌ها با نظم خاصی کرد بندی شده و درختان بسیاری در آنها کاشته شده است. در پیشانی کوشک صحنه‌ای از تاجگذاری یکی از پادشاهان ساسانی با کاشی تصویر شده است که موبدی تاج سلطنتی را به وی هدیه می‌دهد. طبقه اول که در واقع طبقه همکف ساختمان است، تالار مجللی است که اطراف آن را ایوان فرا گرفته است. در جلو ایوان بزرگ کوشک نیز 4 ستون بلند ساخته شده. سقف ایوان با قطعات چوبی 6 و 4 گوش پوشیده شده و روی آنها با رنگ روغن نقاشی شده است. سرستون‌های ایوان به تقلید از نقوش تخت جمشید گچبری شده است. در سمت شمالی گلشن محوطه وسیعی وجود دارد. در این قسمت حمام گلشن واقع است که در جوار در ورودی قرار دارد.
اما آب اصلی تأمین کننده گلشن که از قنات لیمک بوده امروز خشک شده است و در حال حاضر دو حلقه چاه موجود در گلشن آب مورد نیاز گلشن را تأمین می کنند. گلشن عفیف‌آباد پس از فراز و نشیب‌های بسیار در سال 1341 توسط ارتش خریداری و مورد مرمت قرار گرفت و از سال 1370 تا کنون به عنوان موزه نظامی تحت اختیار سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران است. گلشن نارنجستان قوام آخرین گلشن از دست گلشن‌های به جا مانده در شهر شیراز است. نارنجستان قوام که خانه شخصی قوام الملک شیرازی بوده در جانب شرقی خیابان لطفعلی خان زند واقع شده است. این گلشن به دلیل درخت‌های نارنج فراوانی که در آن کاشته شده به نارنجستان معروف است. نارنجستان قوام که آن را باغ قوام و بیرونی قوام نیز می‌نامند از جمله بناهای تاریخی دوران قاجاریه است که بنای آن در سال 1290 هجری قمری توسط فرزندش محمد رضا خان قوام الملک به پایان رسید. در سال 1344 نارنجستان از سوی خانواده قوام به دانشگاه شیراز تحویل داده شد که بعدها یکی از سالن‌های آن تبدیل به موزه شد. آرتور پوپ، ایرانشناس معروف، 50 سال از عمرش را در این محل صرف کرد و دفتر مؤسسه آسیایی دانشگاه شیراز به سرپرستی وی در این عمارت قرار داشت. بروکس این گلشن را همچون کریستالی از نور می داند و درباره آن می گوید سقف و دیوارها پوشیده از موزاییک های آینه‌کاری بود. بنابراین چه در روز و چه در هنگام شب وقتی چهل چراغ ها روشن می شدند مسافری که به گلشن می رسید در انتهای دورنمای طولانی شعله بزرگی از نور مشاهده می کرد.
قوام الملک در اتاق کوچکی در پشت تالار می نشست. تمام این اتاق آینه کاری شده بود و از داخل همچون تصویری از یک جواهر پرزرق و برق به نظر می رسید. مساحت نارنجستان حدود 3000 متر مربع است و در سه ضلع شمالی، شرقی و جنوبی دارای ساختمان است. در یک سو محور اصلی گلشن، در ورودی و در سوی دیگر آن عمارت قوام قرار دارد. در ضلع جنوبی که مشرف به خیابان است، هشتی ورودی زیبایی قرار دارد که محور اصلی گلشن و عمارت است. این ورودی در نمای خارجی با سردری آجری تزئین شده است و کتیبه سنگی سرخفام آن تاریخ احداث بنا را 1035 نشان می دهد. حجاری‌های دو سوی درگاه ورودی نقش دو سرباز قاجاری را به نمایش گذاردند. اما بجز این نقوش، نقوش برجسته‌ای بر روی دیوارهای اطراف گلشن وجود دارد که برگرفته از نقش برجسته‌های باستانی اطراف شیراز مثل تخت جمشید و نقش رستم است. در وسط حیاط آبنمایی است که در دو طرف آن دو باغچه گلکاری شده قرار دارد و درختان نارنج و نخل و سرو دو سوی محور میانی را احاطه کرده است. در انتهای مسیر حوض آبی در پیشگاه عمارت شمالی قرار دارد، به طوری که از روبرو نمای ایوان و عمارت در آن منعکس می شود. Thank you.
امارت شمالی که امارت اصلی و مهم نارنجستان و محل پذیرایی از مهمانان حکومتی بوده است، از نظر هنری بسیار حائز اهمیت است. گچبری، آینه‌کاری، نقاشی، کاشی‌کاری، آجرکاری و منبت‌کاری‌های آن در نوع خود بی‌نظیر است. و اما در پیشانی عمارت سه مجلس کاشیکاری دیده می شود که نقش وسط آن دو شیر را نشان می دهد که صفحه ای را در دست دارند و بر روی آن عبارت نصر من الله و فتح قریب نوشته شده و دو فرشته آن را از بالا گرفتند و دو مجلس که در طرفین تصویر شدند پلنگی را نشان می دهد که آهوی را شکار کرده و در حال دریدن آن است. کوشک گلشن نارنجستان در سه طبقه ساخته شده است. در وسط طبقه دوم تالار وسیعی قرار دارد که دو ستون سنگی یک پارچه و بلند در جلو آن ساخته شده. در قسمت شمالی تالار شاهنشینی دیده می شود که تمامی دیوارها و سقف آن آینه‌کاری و نقاشی شده و کف اتاق با سنگ مرمر فرش شده است. همه درهای عمارت از چوب گردوی منبتکاری و خاتمکاری شده ساخته شده است. در حواشی سقف‌ها و برخی از دیوارها کاغذ دیواری و عکس‌های رنگی به کار رفته است که در آن دوره از اروپا به ایران آورده‌اند. نارنجستان قوام آخرین گلشن از گلشنهای شیراز بود که به آن پرداختیم. گلشنهایی که هر کدام خاطره چند قرن جستجوی بی پایان برای رسیدن به بهشت است. خاطره‌ای آکنده از بوی سروناز و گل سرخ و عطر بهار نارنج.